سلامونه نیکی هیلی درانو لیدونکو ستړي مشای ښه راغلاست خپرونې ته هیله ده چې تاسو د خپرونې لومړۍ برخه په مینه کتلې وي او د ټولو برخو څخه مو آګاهي پیدا کړې وي چې کومې برخې نن په خپرونه کې له تاسو سره لرو. اوس د روغتیا برخه ده او د روغتیا په برخه کې دوستانو نن په ایډس خبرې کوو چې ایډس څنګه رامنځته شو. ایډس څه دی؟ ایچ آی وی او د ایډس ترمنځ فرق څه دی؟ د دې دواړو ترمنځ فرق شته او که نه شته؟ بله خبره دا چې د ایچ آی وی وروستۍ مرحله پڅ اوړي. پر همدې موضوع د لا باس لپاره را سره داخله ناروغیو متخصص قیس نیکزات را سره په خبرونه کې دی. دوستانو د دې سره پر همدې موضوع خبرې کوو. تاسو را سره خبرونه په مینه باندې وګورئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، سهار مو نیکمرغه. خیلی ممنون الکوزی صاحب محترم، صبح شما بخیر و صبح تمام عزیزایی که یک بار دیگه بیننده بنده حقیر از دریچه تلویزیون آریانا هستند. امیدوار هستم از بحثی که ما امروز پیرامون موضوع مشخص شده می داشته باشیم بتانیم از این طریق به دانش طبی دوستای عزیز خود بیافزاییم. شکر مننه. دکتر صاحب پیل که بداو گئی چه ایدس څنګه رامنځته شو یا څنګه و پیژندل شو په دې اړه راته لږ معلومات راکړئ. هرگاهی که ما در مورد تاریخچه مرض ایچ آی وی بحث بکنیم، برای اولین مرتبه در سال 1980 دانشمندا اینطور متوجه شدن که در یک سلسله نواحی مشخص افریقا افراد و اشخاص بسیار مساعد به انتان هستند. یعنی ده. یک ریزشک عادی، یک زکامک عادی، یک مثلا انتان جلد میبینی که نفر از پای مندازه، تلفات بلند رفته میره، خطر به طور مثال امراض سرطانی روز به روز در حال گسترش شده میره. گفتن ای حتما کدام آفت وجود داره که معافیت بدن را یا سیستم دفاعی بدن را سرکوب میکنه. پس آنها آستاس تا وقتی که تحقیقات پیرامون از این امر صورت گرفت، تثبیت شد که علت اینمی کوتاهی و تناقصی که در سیستم دفاعی انسان ایجاد میشه و خطر مصابیت انسان را به انواع و اقسام مختلف سرطان ها بلند میبره، ای اچ آی وی یا Human Immunodeficiency Virus بود. چرا ما ایره اچ آی وی میگیم؟ اچ Human مانامیتا بشر، Immunodeficiency تنقیص کننده، خراب کننده، برهم زننده سیستم دفاعی. ویروس، ویروس. صحیح؟ دوست عزیز، این ویروس چی میکنه در بدن ما شما؟ چطور مثلا ما را میگیره از پای در میاره؟ چطور ما را مثلا بدن ما را مساعد به مصابیت به انتانات مختلف میکنه؟ یادت باشه الکوزای صاحب عزیز، ما شما در بدن خود اپورتونیستیک انفکشنز داریم. اپورتونیستیک انفکشنز به این معنی که یک سلسله میکروب هاست که اگر سیستم دفاعی قوی بود، در سر از این زور بود، هیچ کار کردن نمیتونه. به مجرد که سیستم دفاعی ضعیف شد، به مجرد که سیستم دفاعی سرکوب شد، این همیجاست که میکروب ها کلش مستی را شروع میکنن. بله، پیش بله. از او یا دور دور مستی میکنن. متوجه اگر نمخ که غلی بس. بله بله، نمخ که لغن مکمل غلی ده. خب، وقتی که ما مصاب HIV میشیم، بله. البته در مراحل ابتدایی، بعدا ما دریافتای کلینیکیش توضیح میتونم، در بالای ابتدایی امکان داره ما اونقدر مثلا دریافتای کلینیکی نداشته باشیم و این مرض امکان داره که سالها در بدن ما به شکل مثلا لاتنت مخفی سیر بکنه و ما ایتس داریم خبر نداریم. درست؟ بعدها وقتی که سیستم دفاعی سرکوب شوه، بدن طبیعی است که مساعد میشه به انتانات مختلف و تمام انتانات اپورتونیستیک و فرصت طلب که سابق خواب بود و کلش دیگه بیدار شده. خب چرا یا بیدار میشه؟ به مجرد که ما مصاب HIV یا ویروس مثلا HIV میشیم یا مصاب مرض ایتس میشیم، این حجرات دیگه کار نمیکنه. فقط حجرات سیستم دفاعی که در ایجاد معافیت عجروی نقش داره، این مورد بمباردمان خود قرار میده. مثل که از یک حکومت ایچ جایش غرض نگیری، همی وزارت دفاعش لگت لگت بکنی، خلاص است که سیستم گردوار است. در سیست؟ ایست که سیستم دفاع بدن سر کار داره و از سیستم دفاع بدن هم اونمو وزارت و بتر مثال همو موین وزارتش غرض میگیره، خلاص دگاهش غرض نداره، کل سیستم هم میپاشنه. ما شما در بدن خود حجرات دفاعی داریم به نام مکروفاش، حجرات دفاعی داریم به نام دندریتیک سل، حجرات دفاعی داریم به نام CD4 هلپر تی سل. این سه حجره است که نقش اساسی را در دفاع در بدن ما در مقابل مهاجم اجرا میکنه. ویروس ایتس یا HIV اینمی را مورد بمباردمان قرار میده و وقتی که این مورد بمباردمان قرار داد، این حجرات دفاعی از بدن دفاع کردن هم میتونه. نه دکتر صاحب گورو، دقیقا HIV در ایتس سر فرق لری؟ نه نه، وقتی ما دریافتای کلینیکی مرض
HIV را مورد مطالعه قرار میدیم، HIV را خوش شناختیم که یک ویروس است. و یادتان باشه نظر به تحقیقاتی که وجود داره، ای اولین مرتبه از یک نوع گوریلایی که به نام شامپانزه میگن به انسان ها انتقال پیدا کرده. مثل همو کرونا که مثلا قضیه شاپرک موزات یا بود نه، ای بر اولین مرتبه از یک نوع گوریلایی که به نام شامپانزه میگن در افریقا رشد کرده و بعد از اون به طور مثال به کرواس کشورهای آسیایی و مثلا آمریکایی انتشار پیدا کرده. HIV را خفا میدیم که یک ویروس است. وقتی که ما مصاب HIV میشیم، سه مرحله دریافتای کلینیکی پیش شما تحسس میکنن. یعنی HIV چه کلا پا ایدز بانی او دری مرحله؟ بله بله، کلا چه مثلا دا ایدز ترسیگی باید دری پراو دا تیرکی. اول در مرحله اول وقتی که ما در حالت اکیوت انفکشن می باشیم یا مرحله هات می باشیم، در این مرحله دریافتای کلینیکی ما که یک معافت باکتریایی و ویروسی دیگه فرق ندارد. یک نفر مثلا به طور مثال HIV در مرحله ابتدایی که چند هفته را در بر میگیره که میشه جان درد است، خسته است، کسل است، امکان داره آبریزش بینی داشته باشه، مثلا بسیار خدا سست بیال احساس میکنه، تب می داشته باشه در قسمت های زیر بغل، قد کشک و عقدات لنفاوی به اندازه نخود یا تشله خود کلان میسازه. وقتی که چند مرحله تیر شد، بعد از او ویروس وارد مرحله کرونیک میشه، وارد مرحله مزمن، و این مرحله رو به نام مرحله لاتنت میگن، مخفی. 5 سال 10 سال وقت میگیره نفر HIV داره ولی هیچ خبر نداره و امکان داره که در این مرحله هیچ دریافت کلینیکی هم نداشته باشه. پس به می خاطر CDC و کمیته وقایه از امراض انتونی توصیه میکنه که هر فرد مکلف است در صورت که حتی سکس های نامسون هم نداشته، شریک های جنسی متعدد هم نداشته، باید یک مرتبه در زندگی خود HIV خود تست بکنه و کسایی که در مرض خطر است سال یک دفعه باید تست بدن. یعنی اگه تو مثلا نگذر به سر می باشن صحیح نه. و در پلی از او وقتی که از مرحله کرونیک یا مزمن یا مرحله لاتنت فرد رفت، اینی جاست که دیگه استاس تا اجارات دفاعی خراب میکنه خدا. سیستم دفاعی سرکوب میشه. در این مرحله است که مرحله سوم باز به نام ایتس میگن یا اکوایرد ایمنو دیفیشنسی سندروم، یعنی حالتی که سیستم دفاعی ما تناقص پیدا میکنه. اینا ما کسب کردیم، ذاتی پیش ما نبوده، به خاطر بعضی کسا هم کار که تناقص سیستم دفاعی رو به شکل ذاتی داشته باشن. و سندروم یعنی در سایر از دیگه مجموعه از اعراض پیش ما ایجاد میشه. انتان مغز ما رو میگیره، انتان چشم ما رو میگیره، میکروبای به طرم سال طرق بولی میگیره، ما میکروبای طرق تناسلی میگیره، ما اندکترین میکروب خلاصه انسان از پای در میاره. توبرکلوز امکان داره که ما رو بیشتر بگیره، زردی سفید امکان داره ما رو بیشتر بگیره، زردی سیاه امکان داره ما رو بیشتر بگیره، سینه بغل امکان داره ما رو بیشتر بگیره، به خاطر که سیستم دفاعی نیست، مثل که یک دیگه سرش شده گلوچ مونده، همه هر چیز که افتاد مفتاده بینش. بنابراین مرحله آخری که تمام سیستم دفاعی بدن بر رکودت در سیر HIV ایجاد میشه، اینو باز به نام ایدز میگن. دته وژن که ناروغی وی آیا اوس درملنه پیدا شوی ده؟ درملنه کیگی؟ د وقایي سیستم ده درملنه ده څه دي؟ دلته چې مونږ مثلا د دې د درملنې پاک له خبرې کوو او وقایي پاک له خبرې کوو، دا دواړه څه دی؟ بیل مسایل ده. یعنی وقایه بیخی بیل خبره ده او د تداوی څه دی؟ بیل خبره ده. خو مهمه خبره ده چې اول مونږ او تاسو مثلا خدای څه دی وقایي پاک له خبرې وکړو، ځکه مثلا ځکه په ټول نړۍ کې اوس مثلا ټول په فشاري او انسس په دې موضوع کې ده چې مثلا مونږ که وقایه وکړو یو مرض کې دی مثلا د دې آمار ارقام د مرګ میر څه دی هغه لکسه کم سی. خب کدام راهکارا هست که مثلا به اساس از اون ما میتونیم ایتس را وقایه کنیم؟ اول باید شیوه انتقال را باید بفهمیم کمی از یک نفر به نفر دیگه چه قسم انتقال میکنه. سه شیوه معمول انتقال ویروس HIV از یک نفر به نفر دیگه، نمبر اول سکس های نامسئول با شریک های متعدد جنسی است. یک نفر هسته به طرم سال ملتیپل سکس پارتنر داره، در کشورهای مثلا خارجی خو یا مثلا بچه کتی بچه ارتباط داره، یا مثلا دختر که دختر ارتباط داره، یا یکی امکان داره بچه که دختر ارتباط داره که ما ترمینالوجی های مثلا هموسکشوال و به طرم سال هتروسکشوال را داریم. اصطلاحات گی و لزبیان به طرم سال در خارج بسیار زیاد سپرید و چار پیدا کرده. یک نفر هست مثلا ملتیپل سکس پارتنر یا شریک های جنسی متعدد می داشته باشه. در کشورهای اسلامی یک ذره گک میزانش اگر چمی جون مردم مثلا گناه میکنن خب پت پت، ولی گپ در سر ازی هست انتشار ازی کمتر است نسبت به اروپایی و امریکایی، به خاطر که اونجا اکثر افراد مثلا شریکای جنسی متعدد داره. طریقه اجرای مقاربت های جنسی نامسئول یکی از عامترین شیوه انتقال HIV است که در 75% واقعات این ویروس از یک فرد به فرد دیگه امکان داره به میشه انتقال بکنه. باقی مانده پرسنتیج یا فیصدی که میمونه او عبارت از طریقه ورتیکال است، یعنی از مادر به شتکش در جریان حمل، در جریان ولادت که تشیر دادن. به می خاطر کسایی که به طرم سال HIV می داشته باشن باید تمام احتمامات وقایی برشان مراد شد تا اینکه مثلا ای به اوتفلک نوزاد انتقال نکنه. و طریقه سوم عبارت از طریقه پرنترال است، سرنجای مشترک
تطبیق خون از یک نفر به نفر دیگه. دکتر صاحبای مثلا یا نرسایی که در جریان مثلا کار پرکتیس در شاخه فخانه آنتونی میباشن، سرنج در جان مریض ایتس میخوره، یک دفعه که دمینو کنگشتش خورد بیا پرکو. در افغانستان تر باز یک جامعه مثلا نافام و شما متاسفانه دور از آزرا داریم که ایتس گرفته تا بیا در قند ترق تاپا میزن میگه خدا چی کده سلمانی و ده حقی که همون کنه؟ خب پل که گفتیم پل مشترک حالا مثلا سلمان گرفته از یک کسی که معتاد بوده اینجا خونش مثلا کتی پل زده ما میرم پیشش مثلا یک بخارک اینجا ما دارم اما پل منتن است بازور مثلا اکثر سلمان ها خود بازی میته پیش پیش یک الکول میزنه برو بخیر کل گه پل شده بده ده او چیزا نمیشه چی بازی میته خوده باید از هر نفر دسپازیبل باشه از یک نفر در نفر دیگه به تماس نبه اینجا به مجرد که یک بخارک دیگه بود و پل منتن است به مجرد که اجازه طبیعی است که انتقال میکنه نفر خبر نه 10 سال بعد خبر میشه چی گپ است باز کل مثلا خیش قام شاید سر از این توپا بزنه که بیادر خدا چی کده بود که ریتز گرفته در حالی که مثلا اتر یک موضوع نیست شیوه های منطق مختلف انتقال از این ویروس وجود داره یادتان باشه که به چند شیوه است که ویروس انتقال نمیکنه با استفاده از تشناب مشترک انتقال نمیکنه با استفاده از بوسیدن از طریق دهن انتقال نمیکنه با استفاده از مثلا استفاده ظروف مشترک انتقال نمیکنه او یک پسمانده یک نفر ایتس که ما بخوریم به ما انتقال نمیکنه در ظرف مشترک کتش که نان بخوریم انتقال نمیکنه در پلی ازو به طور مثال شیوه های دیگه که از بغل گرفتن و یک جای خوابیدن یا پاویا انتقال نمیکنه کلانترین شیوه انتقالش یا از طریق مقاربت های جنسی نامسون است یا از طریق مثلا خون و محصولات خون است و یکی از طریق مادر است که منتن باشه لباس پوشیدن چطور است نه دی مسائل برق قول دادن از طریق هوا از طریق آب از طریق بغل کشی گپوی انتقال نمیکنه ضرور نیست که ما از مریض ایدز بخی به درد 100 متریش بگروزیم درست این حال مثلا وقتی که میگم وقایه خونی گپا باید نشه این وقایه شد تداویش تداوی ایدز تداوی قطعی تا به حال در دنیا نداره وقتی که یک نفر یعنی فعلا هم به حساب کشنده است این جمله را که بگوییم در صبح انرژی منفی پخش میشه اگر یک نفر پیسه خوب داشته باشه بله. اگر یک نفر آگاهی خوب داشته باشه اگر در جای بودو باش بکنه که امکانات تثبیت لود ویروس مشخص باشه و مریض به طور مثال هر سال یا مثلا هر 6 ماه بعد لود ویروس در خونش معلوم شد که چقدر این ویروس در خون مستی که در رئیس تکثیر میکنه و انتشار میکنه و مانع ما شویم که مریض به طرف ایتس نره در مرحله امی لاتنت و کرونیک که نگاه کنیم به طرف ایتس نره نمانیم که چوچه گذاری و تکثیر ویروس مثلا زیاد شده بره با استفاده از دواهای آنتی ریترو وایلر خود چرا خود از این یک ریترو ویروس است یک ویروس آر ان ای است دواهای ضد ریترو ویروس بر از این میتن هدف این نیست که از بدنت بکنه نمیشه هدف ایست که منیجمنت شوه پیش ندوه یه دمی حالت مثلا جمع نگاه کنی نمونی که مثلا انفلاق کنه مثل که یک بمب است که انت باید نگاهش کنی که اگر کفیت خود چند جالا پیدا میکنه ولی اگر بمب دستی بله ولی اگر مریض به مرحله ایچ رفت در این صورت دیگه باز مثلا مشکلات ایجاد میشه بنابراین تمام افراد اشخاصی که میبینم میفهمم مثلا یک نفر است استباه میشه است پیش دکتر سپاول مرحله که تا سوال چه کلینیکی ما نه تو هیچ امکانات نشه سړی په باندې پوی په دوم مرحله کې دی باندې پویږي دا هغه وخت دی چې د درش خبره ده څنګه سړی داسې خبر خبر د الکوزه صاحب محترم د مثلا دریافت کلینیکی سره ایت مثلا لري دغه په اساس خپل نه پیږي چې از لارو ما کنه لارو ولی هغه مثلا تستونه چې په وینه کې کیږي هغه تستونه چې مثلا د سم پی سی آر کیږي نیکل کسید امپلیفیکیشن تست ورته وایي چې مثلا موږ ته وایي چې په وینه کې د وایرس شته کنه شته که شته مثلا فعال ده که غیر فعال دا په هر مرحله کې امکان لري یعنی سره په خپل ځان باندې نه پوي اکثر امراض دای چې مثلا پاور مراحل څه دی مخفي سیر لري ولی که مثلا تستونه د لابراتوار یا دیاګنوستیک تست څه وسی په هر مرحله کې کوي چې مثلا تثبیت وکړي چې مثلا دا فعال ده غیر فعال ده په وډه کې دی وډه مثلا استاپ ده څه کیسه ده یعني از روی دریافتای کلینیکی فرد خودش نمیفهمه ولی اگر تستای لابراتوري او خون بر شوه تستای رک به نام نیکلیک اسید امپلیفیکیشن تست میگن پی سی آر میگن لود وایرس تثبیت میشه با این تستای امکان داره که مثلا در هر مرحله ما تثبیت بکنیم که یک نفر آیا داره نداره اگه داره در حالت مثلا رپلیکیشن و چوچه دادن است یا که استاد است دیره مننه را سب چراغ لازم بله سلامت باشین بخیر باشین احتمامات و وقایر تمام افراد باید مراعات کنن تا یک خدای نخواسته از مصاحبت به این انتان و سایر انتانات پیشان اجتناب بخیر سلامت سی منن تا دیو که دوستان تاسو هم در دکتر سب خبرو سخم یو چا پاند واخلی او پا زان و منگر طول پا زان وانی تدبیر کرو او بل خصوص دو قوی برخا خبرونه دوام لري نور برخه البته بل برخه د دمی ورسته د جام برخه د هغه هم هیروي را سره پاتې شي وس لنډه دمه